الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستای عزیز لحظات زیبایی داریم و با هم به تکبیرات تشریق شروع میکنیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد عید کلمه زیبایی است که بار بار ما شما او را شنیدیم و در زندگی و ما نا اوج ملکوتیش را مشاهده کردیم این واژه از عود گرفته شده به معنای برگشت و به معنای تکرار می آید در اسلام عزیز ما دو عید داریم عید سعید فطر و عید سعید اضحا و این دو روز دو روز خوشی و فرحت و سرور مسلمان است و طبیعی است که روزهای جشن از خود یک بنا هم دارد یک اساس هم دارد چرا این روزها روزهای خوشی ما باشد؟ حکمت و فلسفیش در کجا هست؟ میدانیم و درک میکنیم که جامعه انسانی بعد از حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام خصوصا در جزیره العرب به یک انحطاط بسیار عظیمی رو آورده بود رابطش با خدا قطع به وجه که الله را عبادت بکنه در حدود 360 بت را در درون و بیرون کعبه قرار داده بودند رابطه با خدا از بین رفته بود جامعه انسانی به وجه که با الله ارتباط قائم بکنه با سنگ و چوب ارتباط را قائم میکردن یک تعداد بت‌های تراشیده دست خود را سجده می‌کردند یک تعداد آفتاب را پرستش می‌کردند یک تعداد بحرها را ستایش و پرستش می‌کردند یک تعداد انسان‌ها را پرستش می‌کردند یک تعداد هم سنگ و چوبی که از خود ساخته بودند او را خدا جلوه می‌دادند رابطه‌شان با خودشان هم سقوط کرده بود زیرا انسان وقتی با خود ارتباط خوب داشته می باشد که دارای صفات خوب باشد انسانی که دروغ می گوید انسانی که خیانت می کند انسانی که فحش می گوید انسانی که قتل می کند انسانی که بر حقوق دیگران تجاوز می کند این انسان ها یکی از نتیجه بد اعمالشان است که با خودشان ارتباط خوب ندارند از این خاطر یک زندگی با لذت را اصلا تجربه نمی کند همیشه دپرشن دارد همیشه غم دارد می خواهن که به لباس خود خوش کنه نمی تانه خوش بوان می خواهن به طعام های و لذائذ خود خوش بکنه نمی شود به او خود خوش بکنه و
باز هم به جنایت و به قتل دست میزند تا آرام شوند، ولی نمیشود آرام شود. یک تعداد هم میبینیم که به احساس جنایت که میکند امن را اصلا در زندگی خود تجربه نمیکند. رابطه سوم که رابطه در بین جامعه انسانی است، او را هم از دست میدهد. پس رابطه همش خودخواهانه می شود. رابطه به اساس یک معیار و به اساس یک معنویت در حقیقت تسجیل نشده و نمی باشد. دوستای عزیز، الله متعال بر بالای جامعه انسانی رحم کرد، آخرین پیغمبر را برش فرستاد، با آخرین قانون، با زیباترین شکل او را نصیبش کرد. بناهن الله متعال می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده، قرآنی که وسیله جدایی حق از باطل است. پس هر کی این ماه را دریابد، جهت شکران از این نعمت بیکران و عظیم الهی باید روزه بگیرد. پس ما وقتی که به خاطر شکران از این کتاب یک ماه را روزه گرفتیم، انگامی که از این ایام شکران و عبادت خلاص میشیم، جهت تکریم از این کتاب یک روز را جشن میگیریم به نام روز عید فطر. انگامی که افطار میکنیم، در حقیقت تشکری میکنیم از نعمت بزرگ الهی که کتابش است. پس عید فطر در حقیقت روزی است که ما خوشی خود را به بودن از این کتاب و به نزول از این کتاب و به بودن از این دین عظیم الهی تجلیل میگیریم. عید سعید اضحا در حقیقت عیدی است که صفاتی که این کتاب برای ما شما عرضه می کند و در زندگی انبیاء علیهم السلام از جمله ابراهیم و اسماعیل و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تبلور دیده و نمایش داده شده، ما این صفات را از خود انعکاس میتیم و معرفی میکنیم. یعنی مسلمان کی؟ که به اساس از این کتاب وقتی که عملش میکنه چنین انسان عظیم میباشد، انسانی که از نظر فکر و عقیده جز به الله به هیچ کس سر تعظیم را پایین نمیکند. یکی از صفات بلند و عظیم، چنان عظمت شأن پیدا می کند که نماد حضرت ابراهیمی را در وجود خود باید تجسم ببخشیم. انگامی که با آتش مندازش و جبرئیل امین برش می گوید که اجازه بده که تو را نجات بتم و به عوض دشمنانت را در آتش برتم، میگه نه، الله علیم خبیر و دود منان او مرا میبیند و نان خود را به او سپردیم. و انگامی که خود را به الله نسپارد، رب ما چی تعامل امرایش میکند؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. پس آتش را به گلزار برش تبدیل میکند. یعنی هر انسانی که در سختترین شرایطی از حیاتش خود را به الله بسپارد، مثل که ابراهیم نجات یافت، این انسان مؤمن هم نجات پیدا می کند. ولی عقیده ابراهیمی را در زندگی خود تحقق ببخشید و او را استوار بکن. امدادش یا مسلمان تا امدغه خی که در خپل رابطه در الله سره په توحید باندې بنا کی. پس در الله خالق، مالک، رازق، مؤید دخبل ولدی اصلا تا بلچی بانی باور و نکی
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. طول وقت ده الله دی ده الله پس مکه که جوان که ده الله ده نعمتون استفاده که رب العالمین پر طول امور که پر من بانی حاکم دی ده ده عقیده ده توحید ده اسلام من نام ده غشای غاری. نکته دوم، ابراهیم علیه السلام برای ما شما ایر نشان داد که برای مردم بیاموزانیم که جز الله کسی دیگر را پرستش نکنه و او هم به تحلیل علمی با صبر و با شکیبایی با تواضع فدورتنی. یعنی نمی شود که ما عقیده را معرفی بکنیم ولی از ساطول استفاده بکنیم، از سر نیزه استفاده بکنیم، از شمشیر استفاده کنیم. عجیب تعبیر میکنه، برای قومش میگوید که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این بت های تراشیده که شما جور کردین و به او خود را انداختین، خیر و شرتان را در او جستجو میکنین، این چی است؟ چی است داری؟ یک زندگی عجیبی را برش نشان میدهد و برش میگن که این ستاره های مقبول را پرستش میکنن. مردم میگه بله، این به ما خیر را میرساند، نفع میرساند. بعد وقتی که افول میکند با آمدن یه روز، باز به مردم میگه که این خود چیزی است که سقوط کرد و چیزی که عبادت میشود و معبود می باشد او همیشه باید باشد. بنان این ستاره هایی که شما او را عبادت می کنی او خدا شده نمی تاند، زیرا خودش ضعیف است. بعد می بینیم که افتاه و برش می گن که این خدا است، اهذا ربی، می شود که این خدا بوده باشد. سقوط که می کنه می گه لا احب الافلین، چیزی که سقوط می کنه و گم می شه نمی شود او خدا باشد. بعد الله را به معرفی بر مردم میگه اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی خود را گشتاندم به ذاتی که آفریدگار آسمان ها و زمین است، آفریدگار امی ستاره ها و مهتاب و آفتاب است. این پیام میدهد. انگامی که مردم این نقاط را درک نمی کنند، باز به عمل شروع میکنند. مردم میروند به روز جشن و خیرات ها و نیاز های خود را به طرف مهتاب میگذاره که او سرش بتابد و مأکولاتشان و خیرات هایشان متبرک شود. بعد از او خیرات ها را میارد و پیش روی بتایشان میگذارد. بعد از او با تبرک به اوج میگیرد و از او استفاده میکند. ابراهیم علیه السلام از این لحظه استفاده میکند، یک سر بتای خورترک را مشکنانه تکت تکش میکنه. بعد از او تبر را سر بت کلان به شانش میگذاره. انگامی که مردم میبینه که همه بتا شکسته است، میگه کی کار کرد؟ یکی از مجاوره میگه یک جوان است به نام ابراهیم، جز او کسی دیگری کار نمیکنه، زیرا او تمکین نمیکرد به این معبودهای خود ساخته. حضرت ابراهیم علیه السلام را حاضر میکند و او را میارد و برش میگه که انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تو این کار کردی با این معبودای ما؟ حضرت ابراهیم خلی برش میگه نه، من چی میکردم؟ تو برو از کلانش پرسان بکو، اما کلانی که تبر به شانش است قار کده و این خورترکا را از بین برده. این مردم برش میگه که تو خب میفهمی که این خب صحبت نمی کنه، این بود خشور نمی خوره. بعد برش میگه که چگونه عبادت میکنن؟ شیء را که شور نمی خورد، حرکت نمی کند، نفع و ضرر را چگونه با او باورمند میشین؟ این پیام را برش میدهد. یعنی از منطق میره به طرف عمل و عمل را توأم با یک منطق و با یک فکر گری میزند. به امی اساس است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روش ابراهیمی را به ما نشان میدهد. بعد میبینیم که
الله متعال برای رسیدن پیام توحید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را امتحان می کند. در فلسطین می گردد، طرف مصر می رود، به جزیره العرب می آید، به شام می رود، کل زندگی خود را برای اصلاح مردم و عقیده اصلاحش کار می کند و تلاش می کند. با او هم اکتفا نمی کند. الله متعال میگه درست است که خوب منطق را پیش کردی، درست است که خوب مثال را ارائه کردی، ولی ابراهیم تو باید به خاطر اهداف بلندت آنچه که شیرین است او را هم در راه خدا بدی. آنچه که شیرین است او چه رقم؟ میگه خودت خوب باید هجرت خوب بکنی، خانمت و طفلت در سرزمینی که اصلا چیزی نیست، آب نیست، نان نیست، مردم نیست، ایره در امیجا بگذار. در برابر حکم خداوند متعال فلسفه خود نمی گوید، عقل تراشی خود را نمی کند. حتی خانمش برش می گوید که ابراهیم آیا دستور خدا هست که ما باید ایجا بپاییم؟ گفت بله. گفت وقتی که خدا گفته است بناهن ما را الله خار نمی کند و ذلیل نمی کند. چی پیام است در اینجا؟ میگه یک دعوتگر، یک مؤمن، یک انسان صالح به خانهش وقت بده، فامیلش همه تو تربیت بکند که در مقابل حق فلسفه گویی نمی کند بلکه تسلیم میشه مثل هاجر حواری. و او میگوید که وقتی که خدا دستور داده است بنان ما را نه تشنه میماند و نه هم گرسنه و نه هم کسی میتواند بر مال و جان ما تجاوز بکند. در امو جای بی نان و بی آب می پاید، رب ما همچی معاملم رایش می کند. آب زمزم را تا امروز می گیرین در حقیقت همانا صبر هاجره است، در همانا صبر حضرت ابراهیم خلیل است که برای اهداف بلندش برای ما شما تثبیت کرد. بعد می بینیم که ای فرزندش که بعد از 80 سالگی الله نصیبش کرده و میراث خورش است، او مبارک وقتی کلان میشه الله میگه امیرم باید ذبح کنی. یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. چی عجیب فرزندیست. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. فرزند خود را تسلیم میکنه به اساس تربیت بلندی که در خانه نبوت گرفته است و نبی به امر الله متعال گردن میگذارد ولو که مخالف عقل است، عقلی را تقاضا نمیکنه، زیرا الله چی ضرورت دارد برای از اینکه انسان ذبح شود. ولی وقتی که دستور بیاید دستور الهی دیگه سفسطه به کار نیست، تسلیمی به کار است. از این خاطر است میگه در قرن 21 تو ای جوان مؤمن که زندگی میکنی در احکام خداوند متعال عقل جنگی نکن. خدا که برد گفت روزه بگی روزه بگی، خدا که برد گفت نماز بخوان نماز بخوان، زکات بده زکات بده، جهاد بکو جهاد بکو، چیزی که الله گفته به او تسلیم شو، زیرا این چیزایی که الله بر تو دستور داده این بسیار فلسفه های علمی و عقلی دارد. ولی وقتی که برد گفته شا فرزندت زفه کده او چی دلیل داری؟ بدان بدون چون چرا به حکم الله متعال مثل ابراهیم و مثل اسماعیل تسلیم شد. این درس است که خدا برای ما شما میدهد. بعد میبینیم که از این خلاص میشیم. رب ما برای پیامبر چی میگه؟ کذالک اوحینا الیک، امیر خم که برای تو وحی کردیم دین زیبا و کامل و شامل را، فتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. پس روش و سیرت زندگی نامی ابراهیم را در زندگی تطبیق بکن. دوستای عزیزم ببینن و خوب متوجه شوید، انسانی که در تمام کل و جز اتباع شود و پیروی شود، امی دو مرد تاریخ است.
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برای حضرت ابراهیم خلیل رب ما چی میگوید؟ ان ابراهیم کان امه. ابراهیم خودش یک امت بود. امت مجموعه از مردم است. وقتی که با صالح ارتباط میگیره، یعنی مشکل است که یک نفر هم در عبادت، هم در ذکر، هم در تلاوت، هم در سیاست، هم در دعوت، هم در جهاد و در کل چیز چی باشه، مدل و نمونه باشه. با جز ابراهیم علیه السلام کسی دیگری نیست. مال خود را در راه خدا میده، فرزند خود را در راه الله میده، جان خود را در راه الله میده، هجرت میکنه، مبارزه میکنه، جهاد میکنه و کل خصلت های نیکو در وجودش است. از این خاطر الله چی میگه؟ ان ابراهیم کان امه. ابراهیم خودش یک امت بود، خودش یک امت بود، مجموعه از مردم، مجموعه از خصال صالح در وجود جمع شده بود. ان ابراهیم کان امه. بعد در رابطه با رسول علیه السلام هم الله متعال امی پیام را برای ما شما میدهد: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر دوست دارین که خدا را به دوستی بگیرین، پس اتباع و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکنید. اتباع در کل و جز، در کل و جز اتباع بکنید. پس روش حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در این روز بزرگ عید اضحا در حقیقت نمونه است، نمونه است برای ما شما. و ما من حیث یک مسلمان انگامی که در عید اضحا میشینیم و شرکت میکنیم، در حقیقت نماد از اخلاق، از تربیت، از شجاعت، از انفاق و قضایای بزرگی عبادتی، سیاسی، معنوی، روحی، این کلش در حقیقت جستجو میکنه. پس عید که ما داریم این از جمله شعائر است، از جمله شعائر. شعائر جمع شعیره است، به معنای علامه است، به معنای نشانه است. عید نشانه چیست؟ از وحدت صف. عید نشانه چیست؟ از توحید. عید نشانه چیست؟ از خودگذری. عید نشانه چیست؟ از صبر و تحمل. عید نشانه چیست؟ از عفو و بخشش. عید نشانه چیست؟ از اخوت و برادری و همدلی. عید نشانه چیست؟ از همزیستی مسالمت‌آمیز. عید چیست؟ در حقیقت قبول یک دیگر، قبول یک دیگر. عید چیست؟ نماد از نظافت و طهارت و پاکی و زیبایی. این نماد است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما می دستور می دهد انگامی که وارد مسجد میشی، میگه غسل باید کرده باشی، لباس پاکت باید پوشیده باشی، عطر را باید استعمال کرده باشی، سیر و پیاز را نباید خورده باشی تا به یه برادر دیگه ضرر نرسانی. وقتی که اسلام عزیز ما تو را منع می کند از سیر و پیاز که سبب اذیت یک مسلمان میشی، در کجا برای دستور خود داد که به حد که حرمتش بپرداز، مالش را بگی، آبرو و عزتش از زیر پای بکو، بلندتر بلندتر خونش از زیر پای بکو؟ در کجای دین چون این اجازه خواد داد؟ این دینی که دستور میدهد برای ما و شما به قبول یک دیگر، به محبت و همدلی، این دین دساتیرش امیست و عظمتش در امیست. ببینین که نماد از مساوات را برای ما و شما میدهد. میگه هر کسی که وقت آمد صف از امو است. پاچه حق ندارد که نوقت بیاید پیش بیاید، امو جای خودش باید بشه. همگی به طرف رویتون به طرف قبله باید باشد و خدای واحد ولا شریک را باید سجده بکنه. هیچ کس بر کسی دیگری برتری ندارد به اساس قوم، به اساس زبان، به اساس رنگ، به اساس منطقه. کلکم من آدم و آدم من تراب.
همه ما شما برادر یک دیگر هستیم، برادر یک دیگر هستیم و هیچ فضیلتی یکی بر دیگری نداریم جز به تقوا، جز به ایمانداری، جز به صفات نیکی که در سرشت و زندگی حضرت ابراهیم خلیل و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تسجیل یافته است. فقط برتری معیارش چی شد؟ تقوا شد. خوب ما کیست؟ کسی که این صفات را به شکل زیبا در خود تجسم ببخشد. خوب ما امو نفر است، بهتر ما امو عمل است. پس دوستای عزیز، ما در شرایط بسیار سخت قرار داریم، شرایطی که یک دیگر را به قتل می رسانیم، شرایطی که نتیجه جنگای ما هر روز در حقیقت یک جوان را از دست می دهیم، بیوه را بیشتر می کنیم، یتیم را بیشتر می کنیم و قضایایی که به تفاهم حل می شود، به بحث حل می شود، به عناوین مختلف عقب نشینی می کنیم. باید سردمدارای حکومت هم بداند و سردمدارای طالبا هم بداند که نزد خداوند متعال پرسیده می شود، نزد الله متعال پرسیده می شود. صلح ای به معنای رسیدن به حق نیست، بلکه تنازل از حق است. تنازل از حق است. هر دو طرف خوب بدانن، به توهین کردن، به تاپه زدن، به استخفاف نمی شود مشکل را حل بکنه. نمی شود. خوب باید بفهمند و درک بکنند که مردم افغانستان نه به قواره کسی عاشق است و نه هم به چوکی کسی عاشق است. این را خوب بفهمند و درک بکنند. مردم افغانستان از قواره از این مردم خسته شده، والله دوستشان ندارد، سخت بدشان میبیند. اگر در تلویزیون بیا نفرین سرتان میکنه. بفهمید شما را کسی دوست ندارد. ادعای ازیره نکنین که شما نماینده های مردم افغانستان هستین. نیستین. شما هیچ خیر را به مردم افغانستان نرساندین جز شر. بنان فرصت های طلایی که برای امن افغانستان می آید و به خاطر سلیقه ها و به خاطر تعبیرات شخصی ای عقب می شود، در حقیقت رب ما شما پرسان می کنه. رب ما شما پرسان می کنه. مردم تقاضای ازیرا داشتن، امید ازیرا داشتن که به اصطلاح کلانا ما نیستن، به اصطلاح کلانا اینا با هم می شینن و در عید اضحا پیام امن افغانستان را برای گوش مردم می رسانن. امید ما امی بود، امید مردم افغانستان امی بود. ولی با تأسف چی فکر میکنین؟ آنچه که در اوجا میگذرد مردم خبر نمیشود؟ مردم خبر میشود. از خودخواهی و تعبیر خودخواهانه کلگی خبر دارد. رب ما هم پرسانتان میکند و انشاءالله مردم هم محکمیتان خواهد کرد. مردم هم اگر در زندگی نتانست، والله در قبر محکمتان خواهد کرد. در سر قبر به عنوان انسانای تاریک، خودخواه، ظالم و مستبد اما تو محکمه خواهد شد. متاسفیم بر این حالت. این ملت مظلوم ما، این ملت بیچاره ما، این ستم دیده ما در روز عید عملا میبینیم، در این ایام میبینیم که خوشی از ما گرفته شده است، فرحت از ما گرفته شده است. انگامی که میخواییم لباس بپوشیم، بعد که خود میگیم که چقدر جوان ما لباس ندارد. یکی از دانشمندا او میگوید که میگه یگان باری کلمات چقدر خرد میشود که او مفهومی که تو بخوای تعبیرش بکنی او را نمیده. بنان در روز عید دست بردن به تفنگ و انفجار این جنایتی است که اصلا نمیشود تعبیرش بکنی.
این خیانتی است با مردم افغانستان و با دین و با ارزش ها که نمی شود وزن شود. الله متعال سر ما رحم بکنه. و باز میگم که امام حسن بنای شهید رحمت الله علیه و مبارک وقتی که انحطاط از امت را دید، سر یک کار تربیتی کلان شروع کرد. بعد هر کسی که در این جیل و در این کاروان داخل میشد، باز میگفت که امرایم بیعت کو، امرایم بیعت کو. ده فقره است، ده اصل است. میگه سرزی امرایم بیعت کو. او را به نام ارکان بیعت یاد میکند. در رأس از این بیعت میگه فهم. اول میخوای اگر ما پس به مجد گذشته برسیم، جهل را باید نابود بکنیم، دین را درست باید بدانیم. هرگاه دین را درست فهمیدیم، زیبا فهمیدیم، خداوند متعال بر ما خیر و صلابت و عزت نصیب میکنند. بنابراین دوستای عزیز، ایام خجسته از این لحظات را خداوند متعال وسیله تکفیر گناه های ما بگرداند. رب العالمین در کشور ما صلح و امن را برقرار بسازد. الله متعال بوی باروت را از کشور ما دور بکند. ذلت ما را خداوند متعال به عزت تبدیل بکند. فقر ما را رب العالمین به غنا تبدیل بکند. بیچارگی ما را خداوند متعال به توانایی تبدیل بکند. الله متعال از سینه های ما کینه و کدورت را دور بکند. الله متعال به لطف کرمش این جنگ بدبخت را از سرزمین ما بردارد. رب العالمین به لطف کرم آنانی که به نام کلانای ما عنوان شدند و گره کار در دست از اونهاست، الله متعال قلبهایشان را اصلاح بکند. اونها را خداوند متعال مشفق و مهربان بر مردم بگرداند. رب العالمین توفیق را برشان بدهد تا به خودگذری و به تنازل قضیه ما را حل بکند. الله متعال همه ما شما را ببخشد و قربانی و عبادت ما شما را الله قبول بکند و خداوند متعال توفیق را عنایت بکنه که بعید دیگری در امن و در صلح و در صفا و در اخوت و در رشد با هم تجلیلش بکنه. ایتو عید زیبا را الله نصیب ما بکنه که در اوجا دیگه ترسی بر ما نباشد، در اوجا یک دیگر با آغوش بگیریم، از کرونا هم خلاص بوده باشیم، از کرونای سیاسی و نظامی هم خلاص بوده باشیم و سردمدارای سر ما خدا حاکمش بکند که ما و شما را دوست دارد. این کلانایی که امروز ما و شما داریم، اینا ما را دوست نداره، باور بکنیم. اینا جیب خود را دوست دارن، چوکی خود را دوست دارن، اینا اصلا با ما ارتباطی هم ندارن. اینا ذلیلترین و خوارترین انسانها در روی زمین هم. ذلیلترین و خارترین انسان ها در روی زمین هست. الله از شرش ما شما را خلاص بکنه. رب العالمین مریضای ما شما را شفای عاجل نصیب بکنه و خیر و سعادت را رب العالمین نصیب ما شما بگرداند. و صلی اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.